یکی از راحت ترین و بی درد سر ترین روش های تکثیر سانسوری یا جدا کردن پاجوشاشه که توی این ویدیو قراره کلی کار با هم دیگه انجام بدیم. قراره با هم دیگه پاجوش اینو جدا کنیم، قراره خاکش عوض کنیم. یه قاتل داره که گیاه درگیرشه، اونو میخوام بهتون معرفی کنم و راز سرحالی و پر پاجوش بودن سانسوریا رو براتون توضیح بدم. سانسوریا از طریق برگ هم تکثیر میشه، اما خب اونقدر حرفه‌ای نیست. تا اون برگ بخواد بهمون ریشه بده، تا بهمون جوونه بده کلی طول میکشه. قبلا من بهتون تکثیر از طریق برگ سانسوریا رو توضیح داده بودم. این برگا هم دقیقا برای همون ویدیوه که الان ریشه داده و خب حالش خوبه. اما تا این قلمه ها بخواد به همون پاجوش بده، پاجوشش بزرگ بشه، اندازه این بشه، چند سال طول میکشه. چون پاجوش که میده خیلی کوچیکه. پس حرفه‌ای ترین راه تکثیر سانسوریا اینه که پاجوش های گیاه رو جدا کنید. داخل گلخونه هم گیاه از طریق برگ تکثیرش نمی کنن، چون اصلا زمانبر و به صرفه نیست. به جاش میان از گیاه مادری مراقبت میکنن، رسیدگی میکنن که گیاه زود به زود پاجوش بده، اون پاجوش ها جدا میکنن و میفروشن. قبل از اینکه پاجوش گیاه رو جدا کنم و روش جدا کردن پاجوش رو بهتون توضیح بدم، میخوام بهتون اینو بگم که چیکار کنیم گیاهمون سریع به همون پاجوش بده. میدونم هممون شنیدیم که سانسوریا گیاه مقاومه، مقاوم نور کم، آبیاری کم. اما برای اینکه از گیاه پاجوش بگیرین باید ایدئال ترین شرایط رو برای گیاه فراهم کنین. پس فکر نکنین که گیاه مقاومیه، آبش کم بدین، نور کم داشته باشه. نه، اصلا اینجوری نیست. برای اینکه از گیاه بتونین پاجوش بگیرین باید نور خوب بهش بدین. نور پنجره شمالی نه، فقط نور پنجره جنوبی یا اگر نداشتین شرقی. این دوتا پنجره برای پاجوش دهی سانسوریا مناسبه. دومین نکته، آبیاری منظمه. این گیاه احتیاج داره هر موقع 90% خاکش کامل خشک شد بعد براش آبیاری انجام بدین. نه بهش خشکی بدین، نه زیاد براش آبیاری انجام بدین. چون اگر خشکی بدین ریشه گیاه خشک میشه، نمیتونه سریع ریشه پر کنه. اگرم خب بهش پر آبی بدین که ریشه گیاه میپوسه و بازم نمیتونه ریشه زیاد بشه داخل گلدون. پس دومی، آبیاری منظم. سومین نکته که خیلی خیلی مهمه، انتخاب یه گلدون مناسبه. به هیچ عنوان گلدون عمیق و بزرگ نباید برای این گیاه انتخاب کنید. گلدون باید دقیقا هم سایز با ریشه های گیاه باشه. مثل این گیاه که بیاین گلدونش رو ببینید خودتون در چه وضعیتیه. چهارمین مورد، خاک مناسب و کوددهیه. اگر برای این گیاه خاک برگ استفاده کنید، مثل خاکی که این گیاه داره، خیلی زود این گیاه از بین میده. این گیاه جدید تهیه شده، بر همین خاکش خاک برگ و فعلا آسیب ندیده. اما اگر 2 ماه 3 ماه با همین خاک و گلدون داخل خونه بمونه، سریع از بین میره، اصلا به پاجوش دادن هم نمیرسه حتی. و در آخر، اگر تمام این شرایط رو رعایت کردید، نوبت میرسه به کوددهی. اگر میخواین گیاهتون بهتون پاجوش بده، باید کوددهی مناسبی هم داشته باشین. 4 تا کود اصلی داره: هیونک اسید، کود فسفر، کود پوتاس، در آخر جلبک دریایی. همین 4 تا رو برای گیاه استفاده کنید، تاثیر خیلی خوبی میبینید. خب الان بریم در مورد پاجوش براتون توضیح بدم و جدا کردنش و کی باید جداش کنید. فقط قبلش، برای حمایت از من و انرژی دادن به من، این ویدیو رو لایک کنید و بفرستین برای کسایی که سانسوریا دارن. خب توی جدا کردن پاجوش سانسوریا یه سوال وجود داره، این که پاجوش چقدر شد من میتونم از گیاه مادری جداش کنم؟ جوابش اینه که هر موقع پاجوش نصف گیاه مادری یا بزرگتر شد میتونین جداش کنین. اگر خیلی کوچیک باشه، مثلا تا اینجا باشه یا حتی کمتر، اگر از گیاه مادری جداش کنین هنوز توان نداره که سر ریشه پر کنه و بالغ نشده، پس برای همین از بین میره. حالا اینجا تمام پاجوشای گیاه بزرگتر شده، مثلا کوچکترینشون اینه که بازم اینو میشه جدا کرد چون نصف گیاه مادری هستش. پس من یکی از اینا رو انتخاب میکنم که جداش کنم. اما 2 تا مشکل دیگه داره این گیاه: اینکه خاکش به شدت بده، دومش اینه که یه قاتل خاموش داره که قبلا براتون توضیح دادم، اما به صورت عملی هیچ کدوم از گیاه هم درگیر نشده بودن که میخوام اینو الان بهتون توضیح بدم. قاتل خاموش این گیاه کنه است. حالا از کجا فهمیدم؟
قبلا براتون توضیح داده بودم کنه میاد به قسمت های پایین سانسوریا حمله میکنه و اونو از بین میبره. یک کمی که این چند روز من دقیق شدم روی این گیاه، متوجه شدم که این گیاه یه قسمت زنگ زدگی پایین غلاف خودش داره و این هی داره زیاد و زیادتر میشه. این نشونه کنه است که میتونه از خاک آلوده و محیط خشک باشه. این کنه را اگر بهش کاری نداشته باشین میاد کل غلاف گیاه رو درگیر میکنه و خب چون گیاه مقاومی اصلا نشون نمیده، اصلا در ظاهر اگر نمیدونستین مشخص نبود که، ولی آروم آروم این میاد به تمام غلاف حمله میکنه، یهو گیاه از بین میره و شما فکر میکنین که گیاه درگیر بیماری قارچی شده، اما خب بیماری قارچی نیست، این در واقع کنه است. کنه که خیلی زیاد بشه گیاه مستعد بیماری قارچی هم میشه. ممکنه گیاه هم دچار کنه باشه هم بیماری قارچی، که اول کنه بوده بعدش هم بیماری قارچی حمله کرده. و نگم از خاک این گیاه، خاکش به شدت بده، خاکش خاک برگه، همون خاکی که بهتون میگم استفاده ازش ممنوعه. این گیاه همون خاکو داره که خب گلخونه ها به خاطر اینکه ارزون ازش استفاده میکنن. حالا تو این ویدیو قراره با هم دیگه خاکش رو عوض کنیم، خاک برگ نامناسب رو بهتون نشون بدم، گلدونش رو عوض کنیم، پاجوش ازش جدا کنیم و کنه کشی هم باید انجام بدیم. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. خب گلدون گیاه رو ببینید که چقدر کوچیک شده، یعنی دیگه اصلا حالت بیزی گرفته، که من میخوام گلدونش رو یک سایز بزرگتر کنم و یه دونه پاجوش هم ازش جدا کنم. برای این کار خب من قبلا بهش آب دادم. بریم گلدون گیاه رو عوض کنیم، آروم آروم اینجوری میخوابونیمش. این از گیاه. بیاین بهتون نشون بدم خاک بچه کاری با گیاه میکنه. اینا همه کپکه، یعنی خاک نامناسب بوده و این اتفاق افتاده که کپک زده. اگر داخل همین خاک بمونه به زودی از بین میره، پس اینو باید در نظر داشته باشین. اینکه گیاه درگیری کنه شده به خاطر همینه. خب از اونجایی که خاکش خیلی بد بود و من بدم میاد به همچین خاکی دست بزنم، رفتم یه دونه دستکش دستم کردم. خاکایی که خودم دارم همیشه استریله، برای همین بهشون دست میزنم، اما خب مجبورم همچین خاکی رو از اطراف ریشه این گیاه جدا کنم. تو ویدیو قبلی اگر یادتون باشه گفتم اگر خاک خوبی ندارین باید جداش کنین، چون اگر با همین کپکو و همین خاک بذارم تو خاک بعدی اونم درگیر بیماری میشه. این ریشه های نارنجی نشون دهنده اینه که این ریشه ها سالمه، اگر ریشه قهوه‌ای باشه یعنی خراب شده. من دیگه ویدیو رو استاپ میزنم، میرم خاک اینو در میارم، یه ذره لختش میکنم بهتون نشون میدم. خب تقریبا نیم ساعت گذشت، چون خاکش به شدت بد بود، به هیچ عنوان از ریشه ها نمی اومد بیرون، حتی الان هم هست، اما من نیم ساعت گذشت اینا رو جدا کردم تا جایی که تونستم و الان میخوام پاجوش جدا کنم و داخل یه خاک خوب بکارمش. خب برای جدا کردن پاجوش ما یه وسیله تیز و تمیز احتیاج داریم. این کاملا تیزه و تمیزه. یه دونه از این ساقه ها رو با این برش میدیم. اون ساقه که میخواین انتخاب کنین حتما باید این ریزوم رو داشته باشه، چند تا هم ریشه داشته باشه. من از اینجا میام برشش میزنم. ببینیم که چه ریزومی داره و اینم که ریشه هاشه. حالا این قسمت و این قسمت رو باید با پودر قارچکش پانسمان کنیم. یه مقدار از پودر قارچکش بر میداریم روی این ریزوم میریزیم. این شکلی با قارچکش پانسمان شد. اون یکی هم همینه. پودر قارچکش بریزیم و پانسمانش کنیم. این باعث میشه که اون قسمت درگیر بیماری نشه. میخوام گیاه مادری رو داخل همچین گلدونی بکارم. این گلدون یک سایز بزرگتره. من کفش رو ترکیب پومدیا و لیکاپون ریختم، چون لیکاپونم تموم شده بود و الان بعد یه لایه روش خاک بریزم. با دستم نگهش میدارم و آروم آروم خاک میریزم. اینو دیدین؟ من اصلا این روی غلاف بود و من ندیده بودم. این کنه است و خیلی بدجور این گیاه درگیر کنه است.
بهتره که من اینم جدا کنم، چون میترسم بقیه غلاف‌ها رو هم درگیر کنه، چون این بیشتر از بقیه درگیر شده. تو اینجای ویدیو من واسهتون کات نمی کنم که ببینیم برای منم همچین اتفاقایی پیش میاد. گیاهو دوباره در میارم و این دفعه این غلاف هم جدا میکنم. اینجا ریزوم این گیاهه که من میام از پایین تر جداش میکنم. وای اینجا رو ببینین، اینم کنست، یعنی تمام این غلاف رو درگیر کرده ها، به بقیه ریزوم ها هم سرایت میکنه. پس من اینو جداش میکنم و همچنان کنه و همچنان. من تا جایی که تونستم اینو جدا کردم و دوباره گیاه و داخل خاک کاشتم. خب این کاشته شد، این دوتا رو جدا کردم. الان آبیاریش با هیچی نیست، الان من آبیاریش نمی کنم. 4 روز دیگه با سم آبیاریش رو براش انجام میدم، اما الان میخوام از سم آبامکتین استفاده کنم برای این کنه ها، برای اینا استفاده میکنم و البته برای این قسمت ها. برای من 2 دره، 2 در از اینو داخل تقریبا 1 لیتر آب مخلوط میکنم. فقط یک کمی روی این قسمت من اسپری میکنم، زیاد از حد نه که بره داخل خاک و گیاه درگیر بیماری هم بشه، همینقدر کافیه. چون تایم آبیاریش نیست من انقدر کم میزنم، وگرنه باید خیلی بیشتر از اینا زد. حالا فعلا دیگه با این کار نداریم تا 3-4 روز دیگه. اما اینجا اینم کامل من براش از سم استفاده میکنم. به این قسمت اسپری نمیکنم، فقط پودر قارچ‌کش میزنم که گیاه درگیر بیماری نشه. این از پودر قارچ‌کش. این قسمت هم که کنه کش زدم دیگه. حالا صبر کنم ببینین اینجا رو، خیلی بدجور درگیره. خب حالا این دوتا میمونه که یه گلدون کوچیک بر میداریم دقیقا همسایز با ریشه ها و گیاه رو داخلش میکنیم. یه همچین سایزی برای این گیاه مناسبه. اول پوکه میریزیم، یه لایه خاک گیاه رو داخلش میذاریم، بعد دوباره روش رو خاک میریزیم. اینم روش جدا کردن پاجوش سانسوریا از گیاه مادری. اولش گیاه کمی لغ میخوره چون هنوز ریشه های زیادی نداره، اما به محض اینکه داخل خاک ریشه ها زیاد بشه دیگه گیاه صافای میسه و این شکلی لغ نمیخوره. پس اول بعد حواستون باشه که چیزی به گیاه برخورد نکنه و گیاه نیفته. فکر کنم نزدیک 2 ساعته که دارم کار این گیاه رو انجام میدم که خاکش رو جدا کنم، گلدونش رو عوض کنم. خاکش خیلی 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 بد بود، سعی کردم تا جایی که میتونم خاک بد رو از کنارش ها جدا کنم، جوری که میشه گیاه تا حدی آسیب نبینه. و حالا جدا کردم و کنه کشی و قارچ کشی و این کار رو انجام دادم. پس اگر تا اینجای ویدیو براتون مفید بود لایک یادتون نره. الان اگه این گیاه درگیر کنه نبود، من 4 روز بعد اولین آبیاری با کود فسفر یا بیورادیکانت میدادم، اما خب چون این گیاه درگیر آفته و کنه داره باید براش دوره سمدهی رو تموم کنم. اگر شما گیاهتونش مشکلی نداشت 4 روز بعد اولین آبیاری رو با بیورادیکانت یا کود فسفر بدین که سریع ریشه داخل گلدون پر بشه، اما خب من فعلا باید سم آبامکتین بدم. اینم از کاری که من برای این سانسوریا انجام دادم. من همیشه داخل کانالم از شرط نگهداری گیاه ها، بیماریشون، تکثیرشون پست میذارم و کلی پست در مورد گل و گیاه دارم. اگر به گل و گیاه علاقه دارین یه سر به کانال من بزنین. مطمئنم ویدیوهایی که میبینین خیلی میتونه براتون کاربردی باشه. و تا ویدیوی بعدی فعلا خدافظ.